سلام دوستان، علی مقدم هستم از کانال گیتار ایرانی. همونجور که دیدید امروز قصد دارم آهنگ زیبای معما از معین رو خدمتون آموزش بدم. خیلی وقت بود که خیلی از دوستان به این پیام میدادم و درخواستشون این بود که من این آهنگ رو آموزش بدم، چون همونجور که میدونید این ملودی ابتدایی این کار بین نوازندگان گیتار خیلی محبوب هست و همین دلیل دیگه امروز تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. عذرخواهی میکنم بابت تاخیر از دوستانی که خواسته بودن و یه عذرخواهی دیگه به خاطر اینکه یه مقدار کم کار شدم تو یوتیوب این مدت، یه مقدار سرم شلوغ هست، ولی بهتون قول میدم که ویدیوهای آموزشی همچنان ادامه داره و اگر ویدیوهای جلسات رو دنبال میکنید، همونجور که قبلا هم توی جلسات گفتم، هر جلسه رو باید یک هفته حداقل تمرین کنید و وقتی مسلط شدید برید جلسه بعدی. به زودی جلسات رو هم ادامه خواهم داد و سعی میکنم که بیشتر براتون ویدیو بسازم. در مورد این ملودی هم خدمتتون عرض کنم که امروز فقط میخوام ملودی اول این کار رو آموزش بدم خدمتتون و نکته مهمی که این ملودی داره اینه که شما با نواختن این ملودی در واقع دارید چند تا تکنیک رو استفاده میکنید و خیلی من فکر میکنم مفید باشه برای اون کسانی که این تکنیک ها رو نمیدونن. تکنیک های همچون اسلاید و در واقع دو سیم نواختن، همر آن، پول آف و تکنیک های مختلفی که تو این قطعه هست رو خدمتتون با تبلچر آموزش میدم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ازتون خواهش میکنم یه بار دیگه کانال گیتار ایرانی رو در یوتیوب سابسکرایب کنید لطفاً و به دوستانتون هم معرفی کنید که شاید برای اونها هم مفید باشه. با این کارتون از من حمایت میکنید. مرسی. خب قبل از اینکه بریم بپردازیم به ملودی این کار، یه نکته بگم که اصل این کار، در واقع ملودی اصلی و اورجینال این کار، نیم پرده بالاتر هست از اون چیزی که من میخوام بهتون بگم. یعنی توی اینجا نواخته میشه، فرت ششم و هفتم، در واقع روی ردیز هست، ردیز مینور، ولی من بخاطر اینکه راحت تر بشه اینو نیم پرده میارم پایین تر. دیگه آکوردامون یه مقدار سرراست‌تر میشه، انگوش گذاری براتون شاید یه مقدار راحت تر بشه در ادامه. اگه خواستید این کار رو روی آهنگ اصلی بنوازید حتما باید نیم پرده بالاتر اجرا کنید. خب دوستان، همونجور که دارید توی تبلچر میبینید پایین ویدیو میبینید توی دو خط، در واقع توی دو سیم مختلف، یعنی سیم اول و دوم نوشتم 6 و 5. این یعنی که در واقع روی سیم اولمون فرت پنجم و روی سیم دوم فرت ششم همزمان باید نواخته بشن. در واقع شما با انگشتان آی و ام همونجور که میبینید به این صورت دستتون رو باید اینجوری بگیرید، همزمان این سیم ها رو بنوازید. برای دوستانی که با پیک مینوازن هم خیلی راحت همون کار رو میتونن انجام بدن، میتونن دو سیمه این کار رو در واقع بنوازن. پس فرت 6 و 5 میبینید دوبار زده میشه، بعد بلا فاصله اینجا یه مقدار تغییر میکنه. ببینید این دوتا انگشتون با هم یک فرت فاصله دارن، ولی در حرکت بعدی من پیشنهادم اینه که انگشتامون رو سریع عوض کنیم. یعنی انگشت یکمون بره به فرت سه، انگشتمون اینجا عوض کنیم، به جای انگشت دو انگشت سهمون رو میذاریم روی فرت پنج، چون یه مقدار فاصله بین در واقع این فرت ها بیشتر هست. این کار میکنیم، میبینید؟ خب 3 و 5 در واقع فرت 3 و 5 دو تا سیم رو همزمان یه بار میزنیم. خب بعد از اینکه زدیم اینجا همونجور که توی تبلچر میبینید علامت S هست که اسلاید رو نشون میده. باید به این صورت بعد از اینکه نواختیم دستمون رو بر نداریم و بکشیم بیاریم روی پوزیشن قبلی که در واقع فرت 5 و 6 بود، منتها با این انگشتامون. میبینید؟ اینجا انگشت یکم نزدیکتر شد به اینه که انگشتم، چون اینجا دو تا در واقع فرت فاصله داریم ولی اینجا یک فرت. پس اگه تندتر بزنم میشه. در ادامه دیگه روی سیم یک هست، اینجا هم یه اسلاید داریم، بعد
علامت پی یعنی پول آف. پول آف رو من قبلا توی ویدیوهای دیگه آموزش دادم، ولی یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم. پول آف یعنی که این سیم رو میزنیم و دستمون رو پایین میکشیم جوری که صدا بده، پس میشه اگه از پول آف استفاده نکنیم باید این ور بزنیم، میشه یه مقدار حالت ماشینی بودن در واقع این کار به دست میده، در واقع شنیده میشه. پس بهتره که از پول آف استفاده کنیم. پس یه بار دیگه ببینید، خب میریم قسمت بعدی ملودی. اینجا خب راحت تره چون همون فاصله در واقع دوتا فرت حفظ میشه. پس به این صورت شد 3 و 5. میتونید 3 و 5 رو استوب هم بکنید، در واقع میوت بکنید به این صورت. ببینید پس شد، اسلایدش میکنیم دوباره رو 3 و 5. بعد قسمت ادامه ملودی هست. اینجا هم یه سلاید داریم از 6 به 8. این رو هم میتونید از پول آف استفاده کنید به این صورت. در قسمت آخر بخش دومش ما هم همر آن داریم هم پول آف، یعنی به این صورت همر آن. توی ویدیوهای دیگه گفتم ولی یه بار دیگه میگم، یعنی که اگه فرت 5 رو میگیریم این ور دیگه کاری نداریم. پس این شد همر، همر آن، بعد پول آف که اگه تون پشت سر هم قرار بگیرم میشه، میبینید 5 6 5، یعنی کل این سه تا عدد رو فقط من یک بار این ور روی سیم ضربه میزنم، همش با همر آن و پول آف است که اچ نشونگر همر آن است و پول آف هم که پی. این ور فرت 8 سیم دوم و دوباره 5. خب در ادامه میتونید ادامه ملودی رو اگه بخواید بنوازید میتونید هم توی این قسمت یا اینکه توی سردسته بنوازید. من به خاطر اینکه راحت تر بشه توی سردسته نوشتم برای شما، ولی اینجا هم میتونید این کار رو انجام بدید به این صورت. خب ولی من همین رو براتون تو سردسته نوشتم، همونجور که میبینید سیم چهارم به صورت آزاد 0، بعد سیم سوم فرت 2 دوباره آزاد سیم 1 و فرت سوم سیم 2 میشه. قسمت بعدیش هم دقیقا اولش مثل همونه، فقط نوت آخرش فرق میکنه به این صورت. دیدید؟ پس شد به این صورت. و در ادامه انگشتمون رو میذاریم روی نوت 2 فرت 3 سیم 5. اینجا در واقع آکورد دو ماژور هم روی این قسمت کار یه جورایی سوار هست. بعد فرت 0 نوشتم، یعنی که سیم آزاد سیم سوم. بعد سیم دوم فرت 3 و 1 هست
صورت. شد به این صورت. در ادامه همون قسمت قبلی دوباره تکرار میشه و فقط نوت آخرش فرق میکنه. که برمیگرده روی رمینور. همونجور که اولش گفتم گام اصلی ما، یه بار دیگه میگم که روی ردیز مینور میشه گفت، یعنی نیم پرده بالاتر هست، ولی به خاطر اینکه راحت تر بشه من این کار رو آوردم روی رمینور، نیم پرده پایینش آوردیم در واقع، ولی اینجا باید نواخته بشه. یعنی اگه شما خواستید این ملودی رو روی بکینگ ترک کار، یعنی با خود آهنگ بنوازید، حتما باید همه این چیزایی که بهتون گفتم نیم فرد بالاتر باشه. یعنی اگه فرد دو میزدید یه آهنگی رو، در واقع یه قسمتی رو، باید فرد سه بزنید. فرد چهار میزدید باید بشه پنج. اینا رو فراموش نکنید که خیلی مهم است. بعد دیگه میرسه به ترانه کار که اگه بخواید بخونید هم باید تو همین آکوردهی که تو اون ملودی در واقع نواختید این کار رو انجام میدید. مثلا تو این کار آکوردش رمینور هست الان تو این قطعی که من بهتون گفتم. تن رود هم همه ی آب، من پر از وسوسه ی خواب. من قصد خوندن نداشتم، فقط خواستم بهتون بگم که اینجوری هست. یعنی اگر تو گام اصلی بودید نیم پرده باید بالاتر در واقع این کار رو انجام میدید. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره، با این کار از من حمایت میکنید. هر چقدر لایک و کامنت هاتون بیشتر باشه من ویدیوهای بیشتری براتون میسازم. خیلی ممنونم، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.